بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام و درود می فرستم به همه عزیزان، حاضران و غایبان و آرزوی بهروزی و نیکبختی و حسن عاقبت برای همگان دارم. کشور ما همچنان در آشوب است. هرچه منتظر می مانیم و انتظار می بریم که این کشتی متلاطم به ساحل امنی برسد، گویا چنین آرامشی در افق دیده نمی شود. دعا می کنیم تا دوباره نور به چشمها و انصاف به ذهنهای حاکمان و گرمی امید به دلهای مردمان بازگردد و حسن تدبیری خداوند به حاکمان ما عنایت کند و اون راهی رو که تا کنون می رفتند وادارشون کند که بازگردند، از در تصالح و تسالم و دیالوگ و گفتگو با مردم درآیند، شیوه های عقلانی نه زورمندانه و قلدری برای تنظیم نظام و تدبیر امر به کار ببرند، حرف عاقل را بشنوند، نیازهای جوانان رو دریابند، فقط به فکر هدایت خلق نباشند، بیشتر از اون به رضایت خلق هم بیندیشند. امیدواریم از این حوادث درس بگیرند و درسشون درس واژگونه‌ای نباشد که بر فشار بیشتر و زور بیشتر بیفزایند، بلکه از در همراهی و همدلی درآیند. مردم رو جاسوسان خارجی نخوانند، غرض و مرض در آنها نبینند، بلکه این رو محض خشمی ببینند که از سر حوادث و مشکلات انباشته پیشین برخواسته است. دلهایی که صبوری می کرد و بیتابی می کرد، بیقراری می کرد، اما چیزی از خود نشان نمی داد و می کوشید که امیدوار بماند و دل به حسن تدبیر حاکمان بسته بود، اما اکنون که به درجه یأس رسیده است، متاسفانه این خشم و جنون به صورت آتش فشانی ظاهر شده است. این مسئله تقصیر هیچ کس نیست، توطئه هیچ کس هم نیست، و اگر تقصیری باشد متوجه حاکمان است که بی تدبیری کردن و با این مردم بدرفتاری کردن و به جای دوستی دشمنی کردند و به جای صفا جفا کردند. خوب است که دوباره بازنگری کنند، خود را از نو ببینند، آینه‌ای در مقابل خود بگذارند و خود را تماشا کنند. من به روحانیت هم پیام فرستاده بودم که در کنار ظالمان ننشینید و نایستید و سیاست‌های حاکمان را از نو بنگرید، اونها رو نصیحت کنید. نمیخواهید هم دشمنی کنید، نمیخواهید هم الان تو مثلا من طرفدار مثلا منچستر، تو طرفدار سیتی، تو الان بدتری داری به من. واقعا من ببین بیا اینجا، واقعا که نمیفهمی که فرقی بزنی از میشه خودش آدم بازی کن با بفرمایید. دکتر نمیخواهید هم انگشتی به اعتراض برآورید، دست کم رو ترش کنید، دست کم بر این همه ظلم آب دهان بیفکنید و بکوشید تا به مردم نشان بدهید که در کنار اونها ایستاده اید. خدای نکرده چنان نباشد که مردم که از حکومت مایوس شده اند از روحانیت هم مایوس بشوند، از دیانت هم مایوس بشوند. اونگاه هیچ پناهگاهی، مقام امنی و قرارگاهی برای خلق نخواهد ماند و نتیجه آن آتشی خواهد بود که دامن همه رو فرا خواهد گرفت. امیدواریم که اون روز نیاید. به همین سبب دعوت میکنیم. اما پیام من همچنان که هفته گذشته و نوبت پیشین هم با جوانان در میان نهادم، مطالبات اونها حق است. به مطالبات بیخشونت خود ادامه بدهند، حقوق خود رو ایفا کنند، استیفا کنند، بخواهند که حاکمان به مطالبات اونها عنایت و رغبت نشان بدهند.
و خود رو مدیون اونها بدانند و مسئول رفع حاجات اونها بدانند و سخن اونها رو بشنوند. اون هم نه از سر مصلحت، نه برای اینکه جوانان دلخور نشوند یا موقتا ساکت بشوند، بلکه به دلیل اینکه مالک این کشور اونها هستند، به دلیل اینکه صاحبان خانه هستند، به دلیل اینکه این حقوقشون واقعیت داره، نه اینکه برای دلخور نشدن مرهمی موقتی بر زخم اونها بنهند. اصلا و ابدا نیست. از ابتدای انقلاب این ماجرا بوده است که شنیدن سخن دیگری نه برای رفع ملال دیگری است، بلکه برای این است که خود من شنونده حاجت دارم به دیگری، از او می آموزم، او هم سهمی دارد، علل خصوص وقتی که رویارویی ملت و دولت باشد. صاحبان خانه اینها هستند و حاکمان اجیر آنها هستند، خادمان آنها هستند، فرمان آنها را باید ببرند. دردا و دریغا که حاکمان ما سروری و خواجگی می کنند به جای اینکه خادمی بکنند، به جای اینکه خود را اجیر بدانند و کارگزاران این ملت بدانند که از آنها حقوق می گیرند، مزد می گیرند برای اینکه خدمت آنها بکنند. وقتی که چنین اندیشه‌ای در ذهن حاکمان ما حاکم شود، آنگاه است که ما شاید روی رفاهی و رضایتی رو ببینیم. دعا میکنیم و توصیه میکنیم و بیم میدهیم و انذار میدهیم که مبادا دیر شده باشد. من در یکی از نامه‌های خود نوشته بودم که حافظ گفت که از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. گفتم نیم بیت حافظ بر شرایط کنونی ما کاملا صدق می کند، از کران تا به کران لشکر ظلم است. اما نیم بیت دوم نه، از ازل تا به ابد فرصت درویشان هست، اما فرصت حاکمان ما نیست. ممکن است حتی فردا هم دیر شده باشد. فرصت طلبی نکنند، اما فرصت اندیشی بکنند و به مهلت کمی که دارند توجه کنند و در همین مهلت کم تدارک کنند و وظایف خود رو انجام بدهند و حقوق مردم رو هم به رسمیت بشناسند و چنان که باید و شاید سهم عدالت رو ادا کنند انشاءالله. باز میگردیم به سوی مثنوی و مولانای گرامی. همچنان در داستان صوفی و رنجور و قاضی هستیم. داستان رو همه میدانیم. به هر حال وقتی که صوفی کتک خورده اون رنجور مردنی رو به نزد قاضی برد و قاضی اون داوری عجیب رو کرد و اونگاه خودش از دست اون رنجور هم قفا خورد و سیلی خورد، داستان در حقیقت همینجا خاتمه پیدا می کند و مولانا هم نتیجه اخلاقی نیکویی می گیرد که آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. وقتی که قاضی قفا خورد، اونگاه بود که بانگش برخاست و اعتراض کرد و گریبان اون رنجور رو گرفت که زیاده روی کردی و پای خودت رو از گلیمت فراتر بردی و حق نداشتی که به من این قفا رو و این سیلی رو بنوازی. و اونگاه اون صوفی هم به صدا در آمد که چطور وقتی نوبت خودت شد اعتراض کردی، اما در مورد من اینقدر سهل گرفتی و حتی حاضر شدی که پولی هم به این رنجور بیمار مردنی بپردازی تا محکمه رو رها کنه و برود. باری اینجا داستان تمام میشه و مولانا هم به همون قاعده کلی اخلاقی بسیار مهم عمومی که در طول تاریخ بشر ظاهرا جاری بوده و مطاع بوده که هر چه بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند، به همون تمسک میکند و داستان اینجا ظاهرا به پایان میرسه. اما مولانا که حرفای گفتنی بسیار داره مثل همیشه، بهانه میجوید
برای اینکه پاره ای از حرفای خود رو اینجا به میان بیاورد، بخشش رو به دهان صوفی بگذارد، بخشش رو به دهان قاضی بگذارد و این ماجرا رو قدری ادامه بدهد. به همین سبب ما الان به یه معنا داخل داستانیم و به یه معنا خارج داستانیم. این تتمه در حقیقت به اصل داستان چندان نمیخوره، اما در مثنوی ادامه آن است. وقتی که قاضی از رنجور قفا خورد و مورد اعتراض صوفی قرار گرفت، یک بیانیه یا یک حجت عرفانی آورد، حجت قضایی نیاورد که چرا من رضایت دادم که من هم قفا بخورم، تو هم قفا بخوری و هیچ کدام عکس العمل حقوقی و جزایی نشان ندهیم. مولانا چنان که گفتم اینجا وارد داستان می شود و از زبان قاضی می گوید که هر نیک و بدی و هر خیر و شری که به ما می رسد در جایی در عالمی تصویر و تقدیر شده است و لذا نباید برنجیم. روزی نوش می خوریم، روزی هم نیش می خوریم. اینها هیچ کدام بی حساب نیست، تدبیر ناشده نیست، تقدیر الهی غیر حکیمانه نیست و بنابراین باید راضی به قضای الهی باشیم. این مسئله راضی به قضای الهی بودن نکته خیلی مهمی است و می تواند موجب بدآموزی های بسیار هم بشود، موجب تنبلی بشود، موجب داوری های غلط و راهزن بشود و لذا فهمش، فهم دقیقش واجب است برای اینکه آدمی در ورطه سوء فهم نیفتد. ببینید، من این رو گفتم در جای دیگه، اکنون هم خدمت شما مجددا عرض میکنم. حضرت عیسی و امام حسین در تشیع مشابهت های بسیار دارند. پاره از افسانه ها که درباره عیسی و هنگام فوت او بر صلیب در حتی انجیل آمده است، شبیه اون رو در مورد شهادت امام حسین و پس از شهادت ایشان در تواریخ شیعی آوردن و خب پر پیداست که اینها ساختگی است و کسانی که گمان میکردن میخواهند بر اعتلا و علو مقام این شهدا، این بزرگان بیفزایند، اون افسانه ها رو ساختن. در خود انجیل هست و خیلی عجیبتر هم هست که وقتی که عیسی بردار رفت و نفس های آخر رو کشید، ناگهان هوا تیره و تار شد و کوه ها یا باری از ساختمان ها به حرکت آمدن، فرو ریختن. چی شد؟ هر سنگی رو از زمین برمی داشتی زیرش خون بود. این رو در مورد شهادت امام حسین گفتن. حالا از این مشابهت های ظاهری و اسطوره‌ای که بگذریم، اما یک مقایسه خیلی مهم در اینجا هست که نباید فراموش کنیم. بنابر یکی از اناجیل، نه همه اناجیل، وقتی که عیسی در آخرین لحظات عمر خود قرار داشت و آخرین نفس ها رو می کشید، اونجا گویی که دچار شبهه‌ای و تردیدی شد و به خداوند گفت که خدایا چرا مرا رها کردی؟ مرا به دست دشمنانت سپردی؟ چرا قدر من را ندانستی؟ چرا با من چنین کردی که انتظار من نبود؟ خب این سخن که سخن نومیدانه است و مخصوصا وقتی شما از دهان یک ولی خداوند میشنوید، شگفت زده میشوید که مگر میشود که یک پیامبری پس از اون همه جانفشانی و فداکاری و عاشقی کردن با خداوند و با محبوب خودش، ناگهان این چنین دچار وسوسه بلکه زلزله وجودی بشود، به تعبیر کیرکگارد، سر تا پای او به لرزه بیفتد و زبان باز کند و با محبوب خودش این رو بر زبان بیاورد، به طوری که دیگران هم میشنوند. خب وقتی که قصه امام حسین رو شما میشنوید که گفتم مشابهت هایم با ماجرای عیسی علیه السلام داره، عیسی به روایت مسیحیان البته که فعلا مناقشه نمی کنیم، در آخرین لحظات عمرشون امام حسین نگفتن خدایا چرا با من این چنین کردی؟ چرا من رو رها کردی؟ چرا من رو به دست دشمنانت سپردی؟ چی گفتن؟ گفتن که رزن به رضایت، من به رضایت تو و به قضای تو راضی هستم. گویا که تو میخواستی بر من چنین رود، تو چنین قلمی بر من کشیده بودی و من اعتراض نمی کنم. اعتراض نمی کنم و با رضایت
جان می سپارم، بدون تلخی، بدون تلخی، بدون اعتراض. برخلاف اون که حافظ می گفت زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنوین حکایت، در مورد امام حسین ما شکایتی نمی بینیم، تماما شکر است، شکر بی شکایت است. در مورد عیسی به روایت انجیل ما شکایت می بینیم، البته شکایت دوستانه و دردمندانه و حبیبانه. با همه احوال این تفاوت دیده میشه. غرض من این نکته بود که چگونه میشود که یک کسی مثل امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات عمرش و پس از دیدن اون همه تلخی ها و ناجوانمردی ها و دشمنی ها و از دست دادن عزیزان و رنج و تعب کشیدن و غیره، همچنان با رضایت جان بسپارد؟ یعنی کدورتی بر دل او ننشیند، اعتراضی در جان او موج نزند، شکایتی از دهان او بیرون نیاید. نمیتوان هم گفت که تعارف میکرد فی المثل و یا از ترس خدا چنین حرفی رو میزد، اصلا و ابدا. نهایت اشتیاق وجودی خودش رو نشان میداد، بدون اینکه بخواد پرده پوشی کند یا مبالغه بکند یا تعارف بکند. خب این رضایت میبینید که پس از این است که شخص رنج میکشد، کار خود رو میکند برای اینکه به مقصد برسد، اما وقتی که میبیند که رنجهای او ظاهراً بی حاصل مانده است، ظاهراً بی حاصل مانده است، اصلاً و ابداً دچار تلخی نمیشود و میگوید این رنجهای من قطعاً بیهوده نبوده است. این فرق داره با اینکه ابتدا شخص بنشینه هر بلایی که به سر اون میارن تحمل بکنه، بلکه تذلل بکنه و دست به عمل نبره و واکنشی نشان نده و اقدامی و جهدی و جهادی نکنه، بگوید که هرچه تو پسندی رواست. نه، اینطور نیست. شخص کار خودش رو میکنه، از اختیار خودش نهایت استفاده رو میکنه، نیرویی که خدا به او داده به کار میبره، اما هیچ وقت تضمین نشده است که ما در هر جهدی قرین توفیق باشیم. ممکنم هست که ناکام بمانیم. خب این ناکام ماندن، بزرگانند که میتوانند تلخی این ناکامی رو هضم کنند، به طوری که کمترین گرد ملالی بر خاطر آنها ننشینند و بتوانن همچنان لبخند خودشون رو با خود داشته باشن و با خدای خودشون هم با لبخند روبرو شوند و ملاقات کنن. اون رضا به قضا معناش این است، در این نقطه و در این موقعیت و شرایط به کار می رود، نه اینکه آدمی از سر انفعال و بیحالی بنشیند و هرچه می گذرد ببیند بگه بله تقدیر الهی است، ما هم دستی نمیزنیم و پایی نمی جنبانیم و خدا برای ما چنین خواسته است. نه، این چنین نیست. پیامبر خدا هم این چنین نبود و چنین تعلیمی نداد. ما میدونیم که پیامبر مرد رزم بود، مرد میدان بود و چنان که من بارها گفتم مقتدرانه با مخالفانش روبرو میشد و میگفت من نیامدم که شکست بخورم، من آمدم که پیروز بشم و برای پیروزی هر کاری که باید میکنم، هر وظیفه‌ای که دارم، و نمینشینم که مثل صوفیان توکل بر خدا بکنم که او به کمک من بیاد. نه، او به من گفته از تو راه بیفت و پیش برو و پرچم رو به دست بگیر و بجنگ و اطرافیان خودت رو هم دلیر و مجاهد پرورش بده تا در میدانهای صعب بتوانند دلیرانه وارد شوند و پیروزمندانه از میدان خارج بشوند. صوفیان ما متاسفانه، این رو ما باید بگیم که خیلی از مفاهیمی رو که در میدان مبارزه متولد شده بود از میدان رزم آوردن به میدان بزم، از اون مقام تأسیس آوردن به مقام استقرار و به همین سبب هم معانی اینها عوض شد و تهی شد و به جای اونها چیز دیگری بلکه ضد اونها نشست و پر شد. این اون چیزیست که ما باید در تصحیحش بکوشیم.
حالا مولانا گفته باشد یا غیر مولانا فرق نمی کنه. حقیقت را در پای هیچ شخصیتی نمی توان قربانی کرد. من این را همیشه گفتم که بسیاری از مفاهیمی که در اخلاقیات اسلامی و در فقهیات اسلامی آمده است متعلق به دوران تأسیس است. یعنی وقتی است که تازه داره یه بنایی ساخته میشه، یه نظامی پا میگیره و یه کاروانی به حرکت میفته، در وقت حرکت و تأسیس ما به چیزای احتیاج داریم که شاید وقت سکون و استقرار به اونا احتیاج نداشته باشیم. اون وقت اونها رو برداریم و معانی دیگری بکنیم که بسیار دور از معانی حقیقی اونهاست. ببینید توکل، بعدها نزد صوفیان توکل در واقع به بیعملی تفسیر شد، به بیعملی و به بیتدبیری، و اصلا تعریف میکردن میگفتن از توکل و ترک و تدبیر. توکل یعنی تدبیر رو بذاری کنار و تدبیر امور خودت رو به دست خداوند بسپاری. به همین سبب هم بعضی از این جاهلان صوفی یا صوفیان جاهل بدون زاد و توشه، بدون مرکب، بدون حتی برداشتن این مقدار آب با خودشون یا غذا وارد بیابون میشدن، اونم تنها، نه بدون همسفر، و میگفتن به هر یک از اینها تکیه کردن خلاف توکل است. همینطور سر به بیابون میذاریم میریم، اگر قرار روزی به ما برسه، اگر قرار است که خیری برسه، شری برسه، خدا مقدر کرد. و چه تعدادی از اینها چنان که در تواریخ نوشته اینو خوراک درندگان شدن، یا راه رو گم کردن، یا در ظلمات بیابونها جان سپردن و از میان رفتن. خب این تفسیر از توکل اصلاً تفسیری نیست که به یه نظامی با یه نظامی سازگار بیفتد که میخواهد تازه پا بگیره، که باید دقیق ترین دقت ها رو در امر ساختن اون نظام و اون بنا به کار ببرد و هیچ گوشه ای رو به شانس و به اقبال یا به حظ و تصادف نسپارد. توکل همچنان که پیامبر به اون شخص گفتن که با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی شطرت رو ول نکن، بگو خدا نگهداری میکنه، توکل کن و به قول چیز مولانا کار کن پس تکیه بر جبار کن، نه اینکه کار نکن و تکیه بر جبار کن. این داستان خیلی خیلی مهم است. زهد همینطور بود. ببینید برای قومی که در حال جنگن، زهد یعنی عدم تنپروری، یعنی عدم لذت پرستی، خیلی امر واجبی است. اگه کسی دنبال این باشه که خوراک مفصل سگانه در روز بخوره، چرب و شیرین و استراحت کنه و خواب صبح و خواب بعد از ظهر و خواب شب و این، که با این نمیشه کاری کرد، با این یه قدم نمیشه، دشمن حمله میآورد، بلکه شبم باید بیخوابی بکشه که دشمن حمله نیاره، شد از غذای خودش بزنه، نیروی خودش رو صرف بکنه، تنپروری نکنه و هزار چالاکی از خودش نشون بده. این معنای زهد بود در ابتدا، که کاملا مناسب احوال یک چریک بود، یک چریکی که فقط به پیروزی میاندیشه و این لذات موقت جسمانی رو رها کردن. اما وقتی که ما دوچاره، یعنی ما وارد فضای استقرار شده ایم، یعنی تمدن اسلامی مستقر شد، زهد یه معناهای دیگری پیدا کرد و که در واقع به معنای به تجارت نرفتن، کم برداشتن و سعی نکردن و دنبال سود رفتن و دنیا پرستی دانستن، حب دنیا دانستن و چیزهای از این قبیل که میبینیم آفاتش رو خود عالمان اخلاق نوشتن. یکیش هم همین رضا به قضای الهیست، یکیش معنی تقدیر الهیست و بسیاری چیزهای دیگری که در جای خودش باید تصحیح بشود و اگر یه روزی قرار باشه که نقد تصوف نوشته شود، به یکایک که این امور باید پرداخته شود که اینها چگونه از مجاری اصلی خودشون منحرف شدن و از معانی اصلیشون منصرف شدن و به معانی دیگری در آمدن. حالا چون اینها رو گفته بودیم و حتی من در این نکته، در این کانتکست گفتم برای شما که مولانا حتی معنی یکی از آیات رو هم در اینجا کژخوانی کرده است و چنان که باید و شاید مورد استفاده قرار نداده. گفت زمرحق وبکو کثیرن خوانده ای، چون سر بریان چه خندان مونده ای. وبکو کثیرن که در سوره توبه است که ولیبکو کثیرن
ولی از حق و قلیلن این کافران، این بدکاران و گناهکاران کم بخندند و زیاد بگریند. معنیش این نبود که مردم باید زیاد گریه بکنن. باید بدا به حال آنان، وای به حال آنان که گریهشون بیشتر از خندهشون خواهد بود به دلیل تبهکاری ها و سیاه کاری هایی که انجام دادن. اینجا هم مولانا آیه رو این چنین آورده تا رسیدیم به اینکه در این حال اینا متضمن و متلازم با بعضی نکته سنجی های نیکو هم بود که مولانا کرد، که خب بالاخره سختی ها در این عالم حسابی داره، کتابی داره، حالا چه به اختیار شما باشه، چه بی اختیار باشه، چه در اثر کجروی تو باشه، چه در اثر کجروی تو نباشه، اما کلن تو این نظام خداوند سختی رو هم نهاده است، غم رو هم نهاده است، ناراحتی رو هم نهاده است، قبض و افسردگی رو هم نهاده است. سراپای زندگی هیچ آدمی تماما شادی و پیروزی و خرمی و توفیق نیست. خب این البته درسته. حالا چرا جهان این چنین خلق شده، این رو بعداً مولوی دربارش میگه، اما اینو باید بدانیم که دنیا نمیتواند بدون این باشه. حیات هست اما مرگ هم در انتهاش هست و اینها از هم جدایی ناپذیرند. بله جهانهای دیگری خداوند دارد که در اونجا مرگ نیست، ملال نیست، و به قول دشم کاشانی در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اونجاها این چنینه. ولی فعلا عالم انسانی که ما در او زندگی میکنیم و تقدیر ما بوده است که در این عالم بنشینیم، این است که میبینیم و همواره هم چنین بوده است. گیتیست که پذیرد همواری، اون ترش روی مادر یا پدر، حافظ فرزند شد از هر ضرر. فرزند همیشه لبخند پدر مادر رو نمیبینه، گاهی هم عتاب اونها، گاهی ترش رویشون رو هم میبینه و باید هم ببینه، برای اینکه به نفع فرزند است. ذوق خنده دیده ای خیره خند، ذوق گریه بین که هست آن کان غم. حتی در گریه هم ذوقی هست، یعنی مزه ای هست، چاشنی هست. این چنین نیست که همه گریه ها از سر تلخی باشه. گاهی بعضی گریه ها که از عمق جان برمی‌خیزه شستشوی روح هست، و بنابراین این چنین نیست که خنده همیشه موجب خیر آدمی و موجب پالایش آدمی بشه. گریه ها هم نقش پالاینده دارند، مخصوصا وقتی که گریه باشد از سر عشق، از سر محبت، وقتی که گریه باشد و اشکی باشد که به پای دوست ریخته می شود، اونها نقش پالایشگر عظیم دارند. مولانا خودش اهل گریستن بود و من قبلا گفته بودم که عبادات متفاوتند، برای افراد متفاوت مزه های متفاوت دارند. در شعر حافظ ما زهد، کم خوردن، گریستن رو کمتر میبینیم، در عوض چی رو؟ سحرخیزی رو فراوان میبینیم. اما در شعر مولانا نه اینکه سحرخیزی نباشد، اما گریستن و زهد ورزیدن و کم خوردن و روزه گرفتن و امثال اینها برجستگی بارزی دارد و نشان میدهد که در شیوه های سلوکی این مرد این عبادات نقش عظیمی داشته و از اونها بهره بسیار می برده. حتی اضافه می کنه چون جهنم گریه آرد یاد آن، پس جهنم خوشتر آید از جنان. اگر ذوق بهشت در تو گریه رو می میراند و می کشد، اونگاه حتی یاد جهنم برای تو بهتر است. اگر بتواند خوفی در وجود تو ایجاد بکند و اشکی در چشمان تو بنشاند، این بیشتر به نفع توست. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، کتیم یعنی مکتوم یعنی پنهان. گنج در ویرانه ها جو ای سلیم، گاهی گنج رو در ویرانه ها پیدا می کردن، چون گنج رو در ویرانه ها می نهادن یا گنج در ویرانه ها جای می گرفت، اموالشون رو خب در گذشته مخفی می کردن از ترس دزدان، بعدم زلزله می آمد و خانه ویران می شد و این گنج ها در ویرانه ها می ماند و کسی خبر نداشت و صاحبان اصلی هم از دنیا می رفتن. بعدها اینها پیدا می شد و مثل شده بود که گنج در ویرانه ها پیدا می شود. همینطور که گنج در ویرانه ها پیدا می شود، خنده هم گاهی در گریه است. بعضی گریه ها چنان پالایشی به جان آدمی می دهند که روح دچار انبساط می شود و فرحناکی
حاصل می کند و اون زلالی و پاکیزگی که در اثر گریه حاصل آمده است لبخند بر لب می نشاند. خنده ها در گریه ها آمد کدی. و بعد یک اصل کلی رو مولوی بیان می کند. ذوق در غم هاست. پی گم کرده اند. آب حیوان را به ظلمت بردند. مشهور است که آب حیوان در ظلمت است و اسکندر اونجا رفت و خضر از اون آب حیوان نوشیده است و عمر ابد یافته است. حالا این البته اسطوره هایی است که لازم نیست ما دنبالش کنیم، اما قصه ظلمت است. میگویند که اسکندر رفت تا به ظلمات رسید، یعنی مثلا به قطب شمال یا قطب جنوب که 6 ماه شب بود و در اونجاها آب حیوان رو که هر کس از او بخورد حیات جاودانه پیدا میکند پیدا کرد و خورد و عمر جاودانی پیدا کرد. خضر هم از اون قبیله بوده است. این اصل کلی رو مولوی میخواد بگه، هر جا که تو انتظار چیزی رو نداری اتفاقا در اونجا اون چیز پیدا میشود. مردم عموما دنبال چیزها در جاهایی میگردن که مزان وجودشون هست و معمولا جایی که فکر میکنن اون رو پیدا نمیکنن به دنبال او نمیگردن. ولی این از تعلیمات مولاناست که کار این دنیا وارون است. کار این دنیا وارون است و همین هم هست که موجب غفلت آدمیان است، برای اینکه تا آخر عمرم نمیفهمن آخرش که راه این نبوده که اینها دنبال میکردن. راه درست، راه گنج، راه دیگری بوده و اینا پشت به گنج حرکت میکردن، ولی قرارم همین است، تقدیر هم همین است و قضای الهی هم بر همین قرار گرفته است که آدمیان یک در 100,000شون به گنج برسن، بقیه باید پشت به گنج حرکت کنن. این گنج هم گنجهای مادی است، هم گنجهای معنوی است. بسیاری از متفکران فکر میکنن اما یکی دو تاشون به یک گنجی میرسن، یعنی راه رو پیدا میکنن، بقیه او بدو کورا سوی گنج است پشت. این داستان رو بعدا از مولانا در همین دفتر ششم خواهیم خواند. ذوق در غم هاست، یعنی غم مزه دارد. مردم از غم میگریزن، میگن همیشه میخوایم خوشحال باشیم، فرحناک باشیم و لبخند بر لبمون باشه. غم، غصه، اندوه چه فایده داره؟ مولوی میگه درست عکسشه. ذوق در غم هاست، پی گم کردن، یعنی نشان رو گم کردن، نعل رو وارونه زدند. نعل وارونه رو قبلا هم گفتیم، مولانا هم بارها این رو به کار میبره. نعل های باشگونه است ای حکیم، نفرت فرعون میدان از کلیم. باری باشگونه نعل در ره تا رباط، رباط این کاروانسرا، چشم ها را چار کن در احتیاط. خب اگر گنج رو در ویرانه ها نهادند و ذوق رو در غم ها نهادند، از ما دقت بیشتری می طلبند. بنابراین دو چشممون رو باید 4 تا بکنیم تا بهتر ببینیم. برای اینکه دو چشم خودم رو 4 تا بکنیم، نه اینکه دو چشممون 4، باید دو چشم دیگه از یار، از مشاور قرض بگیریم و همچنین مشاوران. رضا با 2 چشم که نه، با 10 چشم، با 200 چشم به حقیقت بنگریم. این معنای مشاورت است که عقل من به تنهایی به خیلی چیزها نمیرسه و امرهم شورا بخوان و کار کن. بنابر آنچه که قرآن هم فرموده، امر باید شورایی باشه، یعنی با هم کاری عقول در کنار هم بنشینن. مولوی البته در یک جای دیگه به ما این هشدار رو هم میده، میگه در خیلی از موارد عقول کنار هم نمی نشینن بلکه نفوس کنار هم می نشینن. نفس اونیست که اماره به سوء است، یعنی شما رو امر به بدی میکنن. عقل است که شما رو به راه ثواب میکشند، اما خیلی از جاها نفس جای عقل رو میگیرد و عقل رو پس میزند و مغلوب میکنه. عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد، مشتری مات زحل شد، نحس شد. عقول اکثر مردم از نظر کسانی چون مولانا مغلوب نفس است و بنابراین نفوس در کنار هم می نشینند. و این همون چیزی است که گاهی بنده هم گفتم که دموکراسی ها ازدحام نفوسند. اگر اجتماع عقول بودن نیکو بود، ولی دریغا که ازدحام نفوسند. اما در عالم بشریت ظاهرا نمیتوان اجتماع عقول رو انتظار داشت، با همین ازدحام نفوس باید ساخت. به همین دلیل هم بود که ارسطو که دموکراسی رو میپسندید، در این حال میگفت که آفات و شروری دارد که از اونها نمیتوان پرهیز کرد. باری
چشمها را چار کن در اعتبار، یار کن با چشم خود دو چشم یار. این چار تا کردن چشم است. امرهم شورا بخوان اندر صحف، یعنی صحیفه ها یار را باش و مگوش از ناز اف. ناز نکن یعنی توهم استغنات رو نگیره و نگو من برتر از او هستم. نه خیر، خودت رو محتاج او بدان، محتاج او بدان، و از روی ناز اف مگو. اف یعنی دیگری رو دفع کردن و پست شمردن. امر و شورا هم که خب یه سوره‌ای در قرآن داریم به نام سوره شورا که همین کلمه و امر و هم شورا بینهم در اون سوره آمده است. یار باشد راه را پشت و پناه، چون که نیکو بنگری یار است راه. این رو جای دیگه هم مولانا داره. این یک تنین انجیلی هم داره. عیسی میگفت من I am the way, I am the truth, I am the life. من حیاتم، من حقیقتم، من راهم. مولانا هم در دفتر اول مثنوی همین رو میگفت که پیر را بگزین و عین راه دان، برنویس احوال پیر راه دان. پیر را بگزین و عین راه دان. پیر خود راه است، خود صراط مستقیم است، نه اینکه بر صراط مستقیم است. این اون یاران رو میگوید مولانا. یار باشد یا راه را پشت و پناه، پشت و پناه راهه، بلکه خودش اصلا راهه. چون که نیکو بنگری یار است راه. حالا با چنین یاران که میرسی، سراپا باید محتاجانه و مشتاقانه و دردمندانه و خموشانه رفتار بکنی. نباید اونجا خودت رو مطرح بکنی و در میان اونها سری بدانی خودت رو، گویی که اونا محتاج شنیدن فرمایشات شما هستن. حالا اینا که یاران الهی هستند که البته در مقابلشون نهایت خضوع و احترام رو باید داشت. شما دیده اید گاهی تو جمع های دوستانه هم بعضیا چنان رفتار میکنن که گویی دیگران همه اونجا اومدن عاشق شنیدن سخنان اونا هستن و او باید خودش رو مطرح میکنه. این حالت خضوع و اینکه آدمی خودش رو محتاج دیگران بدونه و در شنیدن کوشاتر باشد تا در گفتن، صفتی است که باید اون رو کسب کرد، اون رو باید از این بزرگان شنید و یاد گرفت. چون که در یاران رسی خاموش نشین، اندر آن حلقه مکن خود را نگین. نگو من نگین این حلقم، نه، بیا جزو اون حلقه، نگین ها دیگران هستن. بعد مثال میزنه، در نماز جمعه بنگر خوش به هوش، جمله جمع اند و یکندیش و خاموش. را متاسفانه از نماز جمعه های ما شیعیان که به او عادت هم نداریم و نداشته ایم اصلا خاموشی نیست. مردم فقط در نماز خاموشن، در هنگام نماز جمعه کاملا در خطبه ها با هم حرف میزنن. حالا نمازهای عید که خیلی بدتر از این، و این عادتی است که باید پیدا کرد و به خطبه خوان باید حتما گوش داد. رخت ها را سوی خاموشی کشان، چون نشان جویی مکن خود را نشان. اگر دنبال نشانی، یعنی میخوای راه رو پیدا بکنی، میخوای اون علائم رو به تو نشون بدن، خودت رو اونجا نشان نکن، یعنی سیبل نکن که همه به تو نگاه کنن. اتفاقا خاموش و خاضع و بی صدا و بی نشان بنشین تا نشان رو به تو بدهن. گفت پیغمبر که در بحر هموم، در دلالت دان تو یاران را نجوم. چشم در استارگان نه ره بجو، نطق تشویش نظر باشد مگو. پیامبر فرمودند که یاران مانند ستارگانن. البته روایتی از پیغمبر منقول است که ایشون در مورد اصحاب خودشون گفتن، این اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مثل ستاره هن، به هر کدومشون که اقتدا کنید راه رو پیدا خواهید کرد. ولی اینجا مولانا این رو تعمیم داده، میگه یاران خوب در حکم ستارگان هن. ستارگان راه نما که در شب تاریک میتوانن راه رو به تو نشان بدهن، منطقه شرطش این است که خودت رو در اون حلقه نگین نکنی و تابع باشی. رخت ها را سوی خاموشی کشان، گفت پیغمبر که در بحر عموم، در دلالت دان تو یاران را نجوم. چشم در استارگان نه ره بجو، نطق تشویش نظر باشد مگو. حرف زدن تشویش نظر است، نظر یعنی فکر. حکمت عملی داریم، حکمت نظری.
حرف زدن زیاد تشویش نظر است، یعنی فکر رو مشوش میکند، پریشان میکند، بلکه اصلا فکر کردن رو از آدمی میگیرد. لازمه فکور بودن خاموش بودن است، پرحرفی نشانه کم فکر بودن است و علامت تو خالی بودن است. بله، نطق تشویش نظر باشد، مگو گر دو حرف صدق گویی ای فلان، گفته تیره ترتبع گردد روان. تو میگی که خب نه، من که حرف دروغ نمیزنم، حرف باطل نمیزنم. میگه همونجا هم برحذر باش، گاه میشود که دو کلمه حرف درست میزنی، بعد به دنبالش یاوه میگی، یعنی این موتورت را میفته، بعدم دیگه حالت نیست که داری چی میگی. گر دو حرف صدق گویی ای فلان، گفته تیره در تبع گردد روان. این نخوندی کل کلامی مستهام، فی شجون جره جر الکلام. نخوندی مستهام یعنی حیران، ای آدم حیران، اینو نخوندی که گفتن این ضرور مسئله است در عربی که فی شجون جره جر الکلام، یعنی الکلام و یجر الکلام، کلام کلام میاره، حرف حرف میاره، یه چیزی میگی دنبالش چیز دیگه میگی، یه چیزی دیگه میگی و همینطوری پیش میری. و من کسر کلامه کسر خطاه، در روایات از هر کس که زیاد حرف میزنه خطای او هم بیشتر خواهد شد، برای اینکه ناچار آدمی که همیشه عقلش استوار نیست، یه لحظه هم ممکنه خون به مغزش نرسه، یاوه هم بگه، سخنان ناسواب هم بگه. این مشو شارع در آن حرف رشد، که سخن زو مر سخن را میکشد. شارع یعنی شروع کننده، تو شروع کننده نباش، حتی در حرف رشد، این حرف نیکو، رشد از هم کلمه رشد میاد، چون سخن زو مر سخن را میکشد، سخن سخن دیگر را میکشد و به دنبال خود میآورد و برای تو تیرگی ایجاد میکند. نیست در ضبطت چو بکشادی دهان، کس پی صافی شود تیره روان. وقتی دهانتو باز کردی دیگه در ضبط و مهار تو نیست، نمیتوانی کنترل کنی، وقت یه مقداری زلال میاد و بعد مثل چشمه‌ای که آب زلال ابتدا میاد بیرون، بعد آب گلناک، آب تیره خارج میشود. اون که معصوم ره وحی خداست، چون همه صاف است بکشاید رواست. بله، کسی که معصوم از خطاست و معصوم است و دیگری او رو مراقبت میکند، او هر چه بگوید رواست. او وقتی که این سر چشمه گشوده شود، همه زلال بیرون میاد، همه شربت اندر شربت است. زان که ما ینطق رسول بالهوا، کی هوا زاید ز معصوم خدا. در قرآن هست دیگه، در سوره نجم، که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیامبر از سر هوا و هوس سخن نمیگوید، بلکه اینها عین وحی است که در جان لطیف او و جان شریف او می جوشد و سرتاپا وحی زلال ناآلوده بی خطاست که در اختیار شما قرار می گیرد. خیشتن را ساز منطقی زحال، تا نگردی همچو من سخره مقال. اینجا مولانا هم از طریق تواضع و به نظر من نه تعارف بلکه تواضع واقعی می گوید که اگر هم میخواهی منطق باشی، منطق یعنی شخصی که ناطق است، اهل نطق است، اگر میخواهی که منطق باشی، دست کم کسی باش که از حال خود سخن میگوید، یعنی حالی که به او دست داده، تجربه‌ای که حاصل کرده، وجد و ذوقی که برای او پدید آمده، او دهانش رو گشوده است. این چنین منطقی و این عین وحی است دیگه، وحی هم همین طور است، یعنی تجربه نبوی، تجربه عرفانی دهان این عارفان رو و پیامبران رو میگشود و از حال خودشون خبر میدادن. مولانا چی گفت؟ گفت هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. قرآن از حال انبیا خبر میده. خب یکی از این انبیا خود پیامبر اسلام دیگه، بنابراین حال، زبان حال پیامبر است، زبان حال، اونچه که در وجود او، در ضمیر او و در اون عمیق‌ترین تجربه های وجودی او میگذشت، او به زبانش میآورد. باز شبیه شاعر است، اما شاعر اصیل، نه شاعر مقلد، شاعری که میشینه و به زور میخواد چند تا کلمه رو کنار هم بنشاند و وزنی
بر اونها حاکم کنه، نه اون رو ما ناظم میگیم. شاعر واقعا شاعری است که شعر از عمق وجود او همونطوری که آب از چاه میجوشد میجوشد. و مولوی در انتهای دفتر اول چی گفت؟ گفت سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن تا خدایش با صاف و خوش کند، اون که تیره کرد هم صافش کند. این تمثیل خیلی مهمه، میگه این آبی که از ته چاه وجود من می جوشید و می اومد بیرون که تماماً سخنان حال من بود، تجربه های واقعی من بود، الان گلالود شده، یعنی آب چاه ظاهراً خشک شده. و بعدم به خودش میگه که زخم نزن، صبور باش تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نیش تاب، صبر کن و الله اعلم به ثواب. این رو قبلا خوندیم. خب ببینید اینجا میگه خیشتن را ساز منطقی، نطاقی، ناطقی که از روی حال و تجربه خود سخن میگه، سخن بگو، نه برای خودنمایی، نه برای پوز دادن، نه برای زینت المجالس شدن، نه حرف این و اون رو آوردن و بل و بل کردن و دیگران رو سرگرم کردن. نه، اگر حالی داری، تجربه‌ای داری و اون است که زبانت رو گشوده، آره اون رو با دیگران در میان بذار. مثل من نباش، مولانا میگه مثل من نباش، سخره مقال، یعنی گرفتار حرف. سخره مقال این گرفتار حرف، حرفای بیهوده. مثل من نباش که زیاد حرف میزنم، پر حرفی میکنم. اگر هم میگی از حالت سخن بگو. خب چنان که گفتم مولانا اینجا به سر رو همطور ادامه داده با اینکه حرفای خودش رو بزنه، بعد صوفی میاد این وسط و یه سوال کاملا نامربوطه به کل این ماجرا میکنه، و اون این که در این عالم چرا کثرت پیدا شده است، چرا نه تنها چرا کثرت پیدا شده بلکه چرا علاوه بر کثرت تضاد هم پیدا شده. ما وجود یه منبع بیشتر نداره، خداوند است. از این خدای واحد چرا کثیر پدید آمده؟ چطور شده این دنیا چیزهای مختلف در اون هست؟ نه فقط مختلف هست بلکه تضاد در این عالم هست، چیزهایی که ضد دیگران، این از بین برنده اوست، اون مزاحم این است. این اتفاق چرا افتاده و چگونه می شود که از وجود واحد خالص زلال تیرگی پدید بیاد، کثرت پدید بیاد، تضاد پدید بیاد؟ این از چیزهایی است که خب فیلسوفان می دونید دیگه، این سوال رو داشتن و می کردن و براش هم جوابهای فیلسوفانه اندیشیده بودن که در واقع اگر از پاره مصادیق بگذاریم جوابشون بد هم نبود، حالا اشاره خواهم کرد. منتها مولانا یه جواب دیگری میده. اولا حالا صورت مسئله رو بخوانیم، طرح سوال رو از مولانا بخوانیم با مثالهایی که آورده، تا بعد ببینیم ایشون چه جواب میده، بعد ببینیم فیلسوفان چه جواب میدادن. سوال کردن آن صوفی قاضی را، گفت صوفی چون ز یک کان است زر این چرا، ببخشید، چون ز یک کان است زر این چرا نفع است آن دیگر ضرر، چون که جمله از یکی دست آمده است این چرا هوشیار و آن مست آمده است، چون ز یک دریاست این جوها روان این چرا نوش است آن زهر دهان، چون همه انوار از شمس بقاست صبح صادق صبح کاذب از چه خواست، چون ز یک سرمس ناظر را کهل، کهل یعنی همون سرمه کشیدن، از چه آمد راست بینی یا حول، حول یعنی دو بینی، چون که دار و ضرب را سلطان خداست نقد را چون ضرب خوب و چون ضرب خوب و نارواست. به صورت سوالی، چون خدا فرمود ره را راه من این خفیر از چیست وانی یک راه زد، از یکشکم چون رسد هر رسفی چون یقین شد الولد سر و عبی، وحدتی که دید با چندین هزار صد هزاران جنبش از عین قرار. حالا مثال ها خیلی مهم نیست، بعضیش هم مثال های خیلی موفق و گویا و روشنی نیست، اما بعضی مثال‌هاش جالبه. یکی این که میگه دار و ضرب به اونجایی که سکه می‌زدند یا اون کارخونه‌ای که اسکناس اونجا تهیه می‌کنن، تولید می‌کنن. دار و ضرب، مینت به انگلیسی، که یه مدتی نیوتن هم بعد از اینکه اکتشافات علمی شو کرد رئیس دار و ضرب سلطنتی شد، این رئیس مینت. عرض می شود که ما هم در دوران قاجار حاج امین الضرب داشتیم. حاج امین الضرب یعنی کسی که امین دار الضرب بود، یعنی اونجا که سکه می زدن، چون خب این سکه زدن
شرایطی داشت، اهمیتی داشت. اولا که طلاهای بسیار می آوردن اونجا که بعد سکه طلا بزنن، نقره بزنن، پول مملکت اونجا جمع بود، اقتصاد به اونجا متکی بود. دوم این که خب این سکه ها باید به اندازه زده بشه، وقتی میگن این طلای 18 عیاره، اون 10 عیاره، اون طلای خالصه، واقعا باید سنجیده بشه و با متر و معیاری اینها معین بشه. همینطور نباشه که سکه تقلبی از دار و زر بیاد بیرون. لذا امین داشت، مدیر داشت، همینجور چیزا. حالا مولانا میگوید که چون که دار و زر سلطان را خداست، چون خداوند سلطان دار و زر است، سکه ها رو او میزند، این توریست، پس چرا بعضی سکه ها تقلبی در میاد؟ نقد را چون ضرب خوب و نارواست، چجوری شده که پولای نقد بعضی هاشون ضرب خوب شده اند، یعنی سکه اصیل از آب در آمده اند، بعضی هم ناروا، یعنی تقلبی. این چه جور کارخونه ایه؟ این چه کارگاهی است که چنین سکه های راست و ناراست پدید میاره؟ باز مثال دیگه، چون خدا فرمود ره را راه من، این خفیر از چیزان یک راه زن. مگه خدا نگفت راه راه من است؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره، راه رو من معین میکنم، صراط مستقیم به سوی من است. پس چرا شیطان درست شده تو این عالم که اومده مردم رو داره گمراه میکنه؟ خفیر یعنی نگهبان، یعنی اون که دنبال قافله میره و پاسبانی میکنه و نگهبانی میکنه. البته خفیر معنای کلی تری داره. در مسیحیت پاره سنت ها هستن، پاره از قدیسین هستن که خفیرن، نگهبان یک روز از هفته هستن. شما در اون روز از هفته به اون قدیس پناه میبرید و توسل و تشفع میجوید برای روا شدن حاجاتتون و برای تقرب به خدا. در تشیع هم عین این مفهوم هست. اگر دیده باشید در کتاب مفاتیح الجنان، روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه، اینا رو هر کدوم معین میکنن. یکی از امامها خفیر اون روزه و دعایی هم برای اون هست و مؤمنان و معتقدان به اینها اونا رو میخوانن و خودشون رو در پناه نگهبان اون روز قرار میدن. این از نظر مصادیقی که در ادیان پدید آمده. اما معنای کلمه یعنی نگهبان و محافظ. میگوید وقتی که راه راه خداست، پس چرا کجراه پیدا شده؟ پس چرا راه زنان پیدا شدن در این راه؟ چطور بعضیا خفیرند و نگهبانند، بعضیا اومدن اصلا درست شدن برای اینکه راه رو کج نشان بدن و مردم رو منحرف کنن، مثل شیطان و اعوان شیطان. مثال دیگه، از یکش کم چون رسد حر و صفیح، چون یقین شدن ولد سر امین. وقتی که ما میدانیم، یعنی طبق ضرب المثل های گذشته میگفتن الولد و سر ابی، یعنی فرزند سر پدرشه، یعنی سر پدر با آمدن فرزند ظاهر میشه. اون چه که در پدر نهان بود وقتی فرزند اونو آشکار، یعنی معلوم میشه که پدر چه کاره بوده که چنین فرزندی از او متولد شده است. چون یقین شد، وقتی که ما یقین داریم که چنین اصلی در خلقت وجود دارد که الولد و سر ابی، وقت پس چرا ما میبینیم که از یه پدر یه بچه به دنیا میاد، خوبه یه بچه خوب نیست، یکی فاسده یکی سالمه، یکی حره و عقل آزادی داره، یکی سفیهه کم عقله، چرا اینجوری میشه؟ خلاصش این که در این جهان گویی که نظم و قانونی نیست و ما از یک مبدأ آثار متضاد و متخالف میبینیم و این رو وقتی که بالا ببرید و بالا ببرید میرسید به خداوند. از خداوند مثل اینکه همه این کثرت ها پدید آمده و همه این تضاد ها پدید آمده و سوال این است که از وحدت چگونه کثرت و چگونه تضاد صادر می شود. سوال این است، وحدتی که دید با چندین هزار، کجا ما دیدیم وحدتی چگونه می شود؟ وحدتی باشه ولی از اون طرف این وحدت کثرت باشه، چندین هزار در کنارش باشه، یک باشه ولی این یک بشه صدها هزار، صد هزاران جنبش از عین قرار. عین قرار یعنی اون جایی که محل قرار است و سکون است و آرامش مطلق است که وجود باری تعالی باشه. میگوید که این بحر که عین قرار است و عین آرامش است، چرا این همه جنبش داره؟ این جنبش از کجا اومد؟ خب
فیلسوفان در گذشته با این سوال روبرو بودند. مثالها رو فعلا رها کنیم، اما در این که در این عالم ماده خصوصا کثرت میبینیم. چون ببینید یه قاعده‌ای بود که فیلسوفان یونانی و از همه مهمتر افلوتین این رو وضع کرده بود که مورد قبول فیلسوفان اسلامی هم قرار گرفته بود، مورد قبول بعضی از فیلسوفان متکلمان قبول نداشتند. و اون قاعده این بود که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از یکی جز یکی بر نخیزد. یکی فقط میتواند، یعنی علتی که یکی است و واحد است فقط معلول واحد میتونه داشته باشه. از یک علت دو معلول و ده معلول و صد معلول ظاهر نمیشود. محال است. استدلال هم میکردن بعضی ها که میکردن اصلا این بدیهی است، بدیهی عقلی است. بعضی ها هم سعی میکردن استدلال بکنن از طریق سنخیت بین علت و معلول. به هر حال این قاعده وجود داشت. خب اگر شما به این قاعده باور داشته باشید که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از یکی جز یکی نزاید و نخیزد، از خداوند این همه کسرت ها چجوری پدید آمده است؟ نه فقط کسرت در عالم ماده، بلکه کسرت در عالم ماورای ماده، یعنی ملائک، میلیون ها میلیون میلیون ملائکه وجود دارن و عقول که حکما می گفتن و نفوس و عوالم بالا و اون توضیحاتی که اونها می دهد. اینا همه کسرات هند، یعنی موجودات کثیره هستند و خالقشون هم خداوند است، خدایی که واحد است و بسیط است. یعنی در ذات خودش کسرت نداره، در عدد هم کسرت نداره. البته در مورد خداوند میگفتن که وحدت عددی نیست بلکه وحدت حقه حقیقی است. حالا از اونا میگذریم. اتفاقا مرحوم ملا هادی سبزواری در شرح این ابیات گفته مولانا اینجا به وحدت عددی حق نظر داشته، نه به وحدت حقه حقیقیه، چون مطابق رأی فیلسوفان وحدت خدا وحدت عددی نیست، یعنی یکی نیست که بعدش دو باشه، یه جور وحدت دیگری است و اون میگن وحدت حقه. اما الان خب اونا ما به اون کاری نداریم. اما سوال سر جاشه. فیلسوفان ما جوابشون این بود که بله، خداوند یک مخلوق بیشتر نداره، یک معلول بیشتر نداره، و اون معلول و مخلوق رو اسمشون میذاشتن عقل کل یا صادر اول یا حقیقت محمدیه، حالا بر حسب اختلاف مشرب ها. فیلسوفان اون را عقل کل یا صادر اول می گفتند. در روایات هم داریم که اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل. این عقل نه این عقلی است که تو کله بنده و شماست. عقل به معنای اون عالی ترین موجود روحانی. خدا همون یکی رو فقط خلق کرد، تمام شد رفت. او که خدا نیست دیگه، او اسمش عقل کله، او یه موجود دیگری را آفرید و او یه موجود دیگری افتاد. همینطور که این وجود تنزل پیدا می کرد، این تنزل باعث کسرت می شد. این کسرت مستقیما از خداوند صادر نشده که منافات با اون قاعده الواحد و لایستر عنه الا الواحد پیدا کنه، بلکه تنها یک مخلوق خداوند داره که صادر اول نامیده میشه و او خودش خالق مادونه و همینطور میاد پایین تر و پایین تر تا میرسد به مخلوقاتی که جسم رو اونها میآفرینند، چون در ذات اونها کسرت پیدا میشه. این کسرتی هم که در معلولها پیدا میشه کسرتی نیست به معنای آلودگی، یعنی چیزای دیگری از جای دیگه میاد با اینا مخلوط میشه، نه، این همون قصور، همون تنزلی است که پیدا میکنن. یعنی همین که از واجب الوجود بودن اینا تنزل پیدا میکنن به ممکن الوجود بودن و همین طور که از این ممکن الوجود بودن معلول های مادون پدید میاد، همین تنزلات در واقع موجب کسرت در ذات میشود، یعنی اون بساطت اولیه را از بین میبره تا میاد به جای میرسه که از اون مادونترین موجود روحانی جسم ها پدید، یعنی نفس پدید میاد و بعد جسم پدید میاد و بعد این کسرتی که ما در این عالم میبینیم. این کسرت به دلیل نقصان و قصوری است که در وجود اینها هست و این نقصان و قصور هم موجب کسرت شده است، تکثر، هم موجب تضاد شده است، موجب تضاد شده و موجب شر هم شده است. یعنی اینکه ظرفیت موجودات مادی چون کم است، همه خیرات رو در خودشون نمیتونن جا بدن و تزاحمشون موجب
پدید آمدن شرور می شود، ولی این شرور به عرضند، یعنی مقصود به ذات نبودند اما ناچار پدید آمدند. من نکات خیلی مفصلی رو دارم بسیار فشرده اینجا خدمت شما عرض می کنم که این یک معضل مهم فلسفی بوده و فیلسوفان هم به این طریق کوشیدن که اون رو جواب بدن. البته این سخن فیلسوفان بود، بزرگانی مثل فخرالدین رازی، مثل امام ابو حامد غزالی و خیلی های دیگه و حتی ابن رشد اندلسی با اینکه یک فیلسوف بود و متکلم نبود، اینا اینو قبول ندارن و معتقدن نه خیر، خود خداوند فاعل این کثرت ها در عالم است، برای اینکه صفات مختلف داره، گرچه که این صفات عین ذات او هستن، ولی بالاخره این تشقیق شقوق بیهوده نبوده است و این تصنیف اوصاف، ولذا اینها موجب شده است که در این عالم کثرت پیدا بشود و خداوند تجلیات مختلف داشته باشد و این تجلیات مختلف عین همون کثراتی هستند که در این عالم هستند. حالا از محی‌الدین عربی بپرسید، قائل به اعیان ثابت است، یعنی همون ماهیاتی که در مرتبه علمیه باری تعالی بودن، به هر حال اونا جوری دیگری تفسیر میکنن، نه اون تفسیری که حکیمان دادن. اما سوال خیلی مهم نیست، چندین سوال پرنیال جاودانه تو فلسفه مشا و همچنین فلسفه حکمت متعالی وجود داره. یکیش ربط حادث به قدیم است، یکیش ربط کسرات به وحدت الهی است، یکیش پدید آمدن شرور است در این عالم که اینا در تفکر فلسفی پیشین نمیگم جواب نیافت، اما نمیتوان گفت جواب نهایی پیدا کرد. البته ما کانت رو هم داریم که قبلا از سخن گفتیم که ایشان آمد و گفت ای بی خبران، راه نه آن است و نه این، و کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو، با این فلسفه پردازی ها این سوالات دشوار رو نمیتوان پاسخ داد. مولانا هم که میدونیم در جای دیگه میگفت اون که برد بحث را عشق است و بس، کوزه گفتگو شود فریاد رس. گفت با ابزارهای فکری و فلسفی نمیتوان این گره ها رو گشود و عاشقانه باید وارد دریای وجود شد تا این مشکلات برای آدمی حل بشود، و الا عاقلانه شما همچنان گرفتارید و بلکه با دویدنتون پشت به گنجید و بلکه دورتر از گنج میشه. خب وقت ما هم رو به انقضاست، جواب مولانا رو بخوانیم. حالا اگر شرح بیشتری هم لازم داشت ایشالا نوبت بعد به توفیق الهی به او خواهیم پرداخت. جواب گفتن آن قاضی صوفی را، پس صورت مسئله روشن است، سر وجود و پدید آمدن کثرت ها و ازداد در این عالم چیست؟ اون هم از منبع واحد و بسیط که خداوند باشه. گفت قاضی صوفیا خیره مشو، یک مثالی در بیان این شنو. میدونید دیگه شیوه های عارفان ما عموما با آوردن مثال بود و از طریق مثال اقناع کردن عقل، مثالی که میگفتن اگر به عمقش بری برهان هم در اون نهفته است، اما صورت مثال داشت. یه مثال خیلی ساده میزنه اینجا مولانا و مفصل تر از این رو مولوی در دفتر سوم گفته، اما اینجا از او داره بهره برداری میکنه. ببینید در دفتر سوم مولوی سخنی دارد و میگوید که عشق دو جلوه دارد، یه جلوه معشوقانه دارد، یک جلوه عاشقانه دارد. عموم مردم فکر میکنن عشق فقط نزد عاشقان است، من که عاشق میشم عشق پیش منه، معشوق من اصلا از عشق خبر نداره، عشق در او وجود نداره، از من اصلا بیخبره، به من اعتنا نمیکنه. خب این رأی عام است، بیشتر شعرهای شعرهای ما هم همین رو میگه که معشوق بیوفاست، معشوق بیخبر از عاشق است، معشوق بیبهر از عشق است، و اما عاشق است که میسوزد از درد عشق و عشق نزد اوست. اما مولانا حرف دیگری داره و این حرف خیلی شنیدنی است. میگوید که نه، عشق دو پایه داره و در دو جا پیدا میشه، ما عشق معشوقانه داریم و عشق عاشقانه، هر دو جا عشق هست، اما در این دو جا دو جور عمل میکند. لیشک عشق عاشقان تنزه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند.
یه تشنه می نالد که کو آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. حکمت حق در قضا و تقدر کرده ما را عاشقان یک دیگر. میگه ببینید تشنه‌ای که دنبال آبه فکر میکنه که او تشنه آبه، در حقیقت آب هم تشنه اون تشنه است. اونم اونجا نشسته و دوست داره که تشنگان به سوی او برود، اونم تشنگان رو دوست داره. حالا این مثاله، اما در مورد عاشقی و مخصوصا عشق الهی میگه همونقدر که تو خدا رو دوست داری او هم تو رو دوست داره، بلکه این دوتا آینه یکدیگرن، منعکس میشن. هر چه تو عاشق تر میشی بدان که او هم به تو عاشق تر شده است. اینا در هم میتابن. اما عشق عاشقانه و عشق معشوقانه دو تجلی داره. در عاشقان رنجوری و نزاری میاره، تن زه کند، یعنی تن رو لاغر میکنه، ولی عشق معشوقان خوش و فربه کند. اون عشق در معشوق است که او رو خوش کرده و فربه کرده و دوست داشتنی کرده. در هر دو جای این عشق نشسته است. پس ببینید یک چیز داریم به نام عشق، اما دو تجلی، یعنی عشق واحد کثرت از او پدید می آید. همین عشق در جان معشوق می نشیند ناز می آورد، در جان عاشق می نشیند نیاز می آورد. اما همون عشق است که این دوتا عمل مختلف را انجام می ده. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. اینا این چنینه، اما در این حال باید در نظر داشت که یک مبدع دارد. خب این نکته اگر مورد توجه قرار بگیره حالا سخن مولانا خوب فهمیده می شود. ببخشید اینجا یک امر زائدی آمد. گفت قاضی صوفیا خیره مشو، یک مثالی در بیان این شنو. همچنان که بیقراری عاشقان حاصل آمد از قرار دلستان. بیقراری عاشقان از باقراری معشوقان است، یعنی همین قرار و آرامش و خوشنشستن که در جان معشوق است موجب بیقراری عاشق میشه. یعنی این زد از اون پدید میاد، این مخلوق زد اوست. او چو که در ناز ثابت آمده، عاشقان چون برگها لرزان شد. معشوق مثل کوه استوار نشسته، اما عاشقان مثل برگ خزان میلرزن. خنده او گریه ها انگیخته، آب رویش، آب رو یعنی اون زیبایی و اون جلوه‌ای که در روح هست، رونق و صفایی که در چهره معشوق هست، آب روها ریخته، آب روی عاشقان ریخته، رازشون رو فاش کرده. به قول سعدی شبان آهسته میگریم، مگر رازم نهان ماند به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم. خب این خنده او گریه ها انگیخته، خنده معشوقانه به دنبالش گریه عاشقانه است. آب رویش آب روها ریخته، این همه چون و چگونه، چون زبد بر سر دریای بیچون میتپد. اینا همه چونند، یعنی چگونگی ها هستند، صورت ها هستند که روی دریای بیچون و بی صورت پدید آمدند. البته مولانا بعداً توضیح به ما میدهد که این چون و چگونگی رو ما نمیتونیم سرش رو کشف کنیم، اما با این مثال میخواهد بگوید که عشق بی صورت میتواند صورتهای مختلف پیدا کنه، خنده بشود، گریه بشود، ناز بشود، نیاز بشود، باقراری بشود، بیقراری بشود. اینا همه از یک عشق بی صورت پدید میاد. این همه چون و چگونه، این همه صورت ها مثل زبد، زبن کف بر سر دریای بیچون می تپد. روی دریای بیچون بی کیفیت و بی صورت پدید می آید و تپش می کند و می تپد. خب ما جواب مولانا رو شنیدیم، شاید این احتیاج به توضیح بیشتر داشته باشه، شاید انتقادهای و اعتراضاتی بر او وارد باشه، شاید ما اصلا این بیان رو کافی و رسا ندانیم و نشماریم. مولانا هم روش همیشگی خودش نکته ای رو میگه و زود عبور میکنه. خب حالا ما هم منتظر میمانیم تا دو هفته آتی که همین بحث رو دوباره از نو ببینیم و بنگریم و بازنگری کنیم و بلکه نکته های بیشتری از دل او
بیرون بیاوریم. فعلا در اینجا سخن رو به پایان میبریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد خواستم تشکر کنم از شما بابت این همه وقت میگذارید و ما رو راهنمایی میکنید، ما نسل جوان رو. من خیلی مشتاق هستم سخنرانی های شما رو گوش میکنم و آقای بازرگان و خیلی لذت میبرم از این همه لطف شما. میخوام من دو تا سوال داشتم، خواستم بپرسم که ما تو این وضعیتی که داریم، تو این وضعیتی که الان کشورمون قرار گرفته و اینها، چه سیاستی رو به خرج بدیم عاقلانه هسته؟ شمایی که خب انقلاب سال 57 رو دیدید و به نظر من آگاه تر هستید به این شرایط، فکر کنم بتونید یک راهنمای خوبی به بنده بکنید. ببینید دوست بسیار عزیز، فرزند من آقای شیریان عزیز، من چه میتونم به شما بگم؟ من در ابتدای سخنان خودم گفتم که مطالبات به حقتون رو بیان کنید و در میان بگذارید و کوتاه نیایید و حالا به هر صورت که هست، منتها صورت بیخشونت، شیوه های دموکراتیک، حالا از طریق نوشتن، از طریق گفتن، از طریق با یاران نشستن است و سخنان رو در میان نهادن، به طوری که حکومت واقعا با این گوشای کر و چشمای نابینایی که داره بتونه اندکی توجه پیدا بکنه و حاجات شما رو برآورد. اما و هزار اما و هزار اما این رو عرض میکنم، یک اشتباهی که عموما میکنن جوانان من، بیشتر فکر میکنن که همه گره ها رو حکومت باید باز بکنه. نه، شما فکر کنید الان یک حکومت کاملا عادل در کشور ما هست و امور بر نهج صواب است، ولی بیشتر کارا رو مردم باید بکنن. اصلا یک حکومت خوب حکومتی است که کمکاره، کمکار به معنای اینکه نقش اصلی رو به مردم میده، نه اینکه تو همه امور بخواد دخالت بکنه. حکومت حد اقلی باید باشه. ما این درس رو باید امروز بگیریم، یعنی باید کار بکنیم. ببینیم فردا هر کی سر این حکومت باشه، روی مسند ریاست نشسته باشه، بالاخره این کشور و هر کشوری احتیاجاتی داره. به معلم احتیاج داره، به طبیب احتیاج داره، به استاد احتیاج داره، به کارگر احتیاج داره، به هزار هزار چیز احتیاج داره. اینطوری نیست اگر حکومتی رفت و رئیس عوض شد و مجلسیان عوض شدن بعد اوضاع همه به سامان باشه. ابدا و اصلا جامعه باید کار خودش رو بکنه، مردم باید نقش خودشون رو اونم با امانت و با انصاف ادا کنن. به همین سبب توصیه من به شما و امثال شما این است که در عین اینکه مطالبات خودتون رو دنبال میکنید، وقت رو و نیروتون رو به هیچ وجه ضایع نکنید تا یک کسی بشوید. یک کس یعنی کسی که از شما یک کار معین و نیکو برمیاد و یک حاجاتی رو میتوانید شما رفع بکنید، یک خلاهایی رو میتونید بپوشانید و کمکی به جامعه میتونید بکنید، در حالا هر زمینه که استعدادشو دارید و شرایطش براتون فراهمه. حتما و حتما باید در اونجاها کوشش کنید و از خودتون یک موجود مفید و سازندهی بسازید. این کار انقلابی ترین کاریست که میتونید انجام بدید، در عین اینکه چشمتون باز باشه ببینید تو مملکت چه میگذره و مطالباتتون رو هم دنبال کنین. اما حکومت رو، حتی عادلانه ترین و دموکراتی حکومت ها رو، همه کار دانستن اشتباه هست و همه مشکلات رو هم از او دیدن باز اشتباه هست. یه مشکلات زیاده ما تو مملکت داریم، معلول ستمگری اونها و سوء تدبیرشون. همه مشکلات هم مال خودمونه دیگه، اونا رو هم بعد انصاف بدیم و رفع بکنیم. این فشرده یه مطلبی است که من میتونم خدمت شما بگم. بله، من از صحبت های شما یاد این آیه از قرآن افتادم که لا یغیر ما به انفسهم افتادم، که تا خودتون تغییر نکنید اتفاق خاصی براتون نمیافته. و به همین جهت من حتی در باب امام زمان میگفتم که خب اگر قراره کسی بیاد برای ما عدالت بیاره، خب این واقعا در تناقض با این آیه قرآن که ما بنشینیم و دعا بکنیم و هیچ کاری هم نکنیم در مسجد و خانه و تا هی دعا بکنیم تا امام زمانی بیاد و ما رو نجات بده. این
یه خورده برای من پارادوکس ایجاد شد. بله آقای سروش، ما سوال دوم بیاد مهمه، ما وقت خود خودمون سوال دوستان بپرسم. یک سوال دوستان اگه میشه حالا من این سوالم کوتاه هستش. بفرمایید. من آقای قمشی، آقای سروش شنیدم که میفرمودند چون ما در مسئله اثبات خدا، گفتن چون ما به خدا فکر میکنیم و اون حس خوشایندی داره برای ما که خداوندی وجود داره و خالقی داره این جهان، و چون این حس خوبی در ما ایجاد میشه و چون این خوبی و زیبایی با حقیقت در رابطه هستش، پس میتونیم بگیم که خداوندی هم وجود داره. من بین این همه ادله‌ای که برای اثبات خدا شنیدم، این یکی به نظرم خیلی دلچسب‌تر برام بود برای قبول کردن. بسیار خوب، بسیار خوب. اگر عقل شما رو راضی میکنه و دلتون رو هم راضی میکنه، بسیار خوب، همون رو دنبال کنید. من همینقدر میتونم بگم که خدا اینقدر جالبه که حتی خیالش هم جالبه، خیالش هم به آدم آرامش میبخشه. و راه ها به سوی خدا به عدد نفوس خلایق است. اون راه اگر برای شما سازگارتر، راه رو نزدیکتر میکنه براتون، نعم المطلوب، بله، دنبال کنید. و البته در این حال کوشا باشید و به بنای فکری خودتون بیافزایید، در این مرحله اولیه توقف نکنید. عرض میشود که سوال من مربوط میشه به یه مرحله قبل تر از موضوع وحدت و کثرت و یه سوال کاملا فلسفی هست، اما به دو دلیل مایل هستم پاسخ عرفانیش و به خصوص از نظر مولانا را بدونم. به این دلیل که این سوال من که خیلی فلسفی هست، ممکنه سوال غلطی باشه، یعنی یه توتولوژیک داشته باشه این سوال. و دلیل دیگه این که بیشتر ناشی از یه اضطراب وجودی هست که این سوال رو مطرح می‌کنه. حالا ای حال سوال از این قرار هست که چرا وجود وجود دارد؟ یا چرا خدا وجود داره؟ نه اینکه بخوام ثابت بشه خدا وجود دارد یا نه، وجود وجود دارد یا نه، اون که از حرم نه شمسه. چرا اصلا وجود وجود داره یا چرا خدا وجود داره؟ نمیدونم بشه اصلا چنین سوالی طرح کرد یا نه. همونطور که گفتم ممکنه سوال غلط باشه، ولی خب ناشی از یه اضطراب وجودی هست. ممنون. بله، خواهش میکنم. ببینید، در فلسفه میگن که ما دو جور چرا داریم. چرای از، البته در واقع چهار جور، ولی حالا دو جورش رو رها میکنیم، مهم نیست. دو جور مهمش هست، یکی چرای از علت غاییه، یکی چرای از علت فاعلیه. وقتی که میگیم که فلان چیز چرا وجود داره، یه معناش اینه که علتش چیه، که خود شما نفی کردید، گفتید که به این معنا سوال نمی کنید که چرا خدا وجود داره، این علت وجود خدا چیست، یا چرا وجود وجود داره، علت وجود وجود چیست. گفتید من اینو نمیگم، ولی اون دومیشو نگفتید. دومیش برای اینکه سوالتون معنی دار باشه، لابد از علت غایی داری سوال میکنید. چرا وجود داره، شبیه اینکه مثلا به کسی میگیم چرا این کار کردیم، یعنی منظور چی بود، هدف چی بود. چرا خدا وجود داره، خدا وجود داره که چی. وجودم البته باید باز اگه بخوایم دقیق کنیم که توتولوژی نشه، به قول شما دیگه موجودات چرا وجود دارن. خب بنابراین حالا سوال شما منحل به این دو سوال شد که خداوند وجود دارد، یعنی غایت وجود او چیست، و یا بگیم هدف از وجود او چیست، یا چه کاره است مثلا. دوم هم این که موجودات چرا وجود دارن، یعنی باز هدف از وجودات بودن موجودات چیست. حالا که به اینجا میرسیم، خب در این که غایت وجود خدا چیست نه علت وجود خدا، ببینید فیلسوفان در اینجا به ما جواب دادن. این این عبارت ملا صدراست، میگه که خداوند همچنان که مبدأ المبادی غایت الغایات هم هست، یعنی هم علت علت هاست، هم غایت غایت هاست، یعنی خودش غایت خودشه و خودش هم اگر درست باشه علت خودشه، یعنی همه چیز در اوست.
و این که حافظ هم در اون شعرش میگه که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه، یه موجودی است که با خودش عشق میبرزه، چون بیرون از خودش چیزی نیست اصلا که غایت وجود او بشه یا علت وجود او بشه، هیچ کدوم، لذا خودش هست و خودش و همه چیزم در اوست. غایتی هم اگر هست، خود او غایت وجود اوست. این اصلا نمیشود، یعنی محال است، محال عقلی است که خداوند غایتی بیرون از وجود خودش داشته باشه که بخواد به او برسه. لذا در مورد سوال اول شما، چرا به معنای علی و فاعلی و مبدعی باشه، چه به معنای قائی باشه، در هر دو صورت منتفی است، یا بگیم جوابش معلوم اگر دلتون میخواد. اما در مورد موجودات که علتشون چیه، علت فاعلشون چیه، خب خداونده، اما علت قائیشون چیه، یعنی هدف از بودن موجودات چیه، دو تا جواب داره. هر دوتا رو هم فیلسوفان گفتن. یکی این که خلقت هدف نداره، یعنی اصلا سوال از هدف اینجا جایز نیست، چون هدف داری وقتیست که شما یه چیزی رو نداری بعد میخوای به او برسی. اگه به هدف رسیده باشی که دوباره هدف گیری نمی کنی، مثل اینکه تیری که شما زدی خورده به نشانه، خب دوباره نشانه گیری نمی کنی. خداوند همه چیز رو داره، چیزی نیست که نداشته باشه بعد بیاد در اثر خلقت هدف گیری کنه که به اون چیز برسه. پس به یه معنا خلقت هدف ندارد، به معنای هدفی که بر خدا چیزی بیفزاید. مثالی که در اینجا میزدند حکیمان ما و مولانا هم میزنه همین است که خداوند مثل یک هنرمند کار میکنه. هنرمند نمی اندیشد که من برای چی نقش رو به وجود میارم. تا هنرمند ها فرق دارن، هنرمندی که کاسبی میکنه اون رو نمیگیم، هنرمندی که نه، فقط محض جوششیست که از وجود اون میاد بیرون، مثل شاعری که شعر میرزه بیرون، زه هدف نداره از گفتن شعر. این خود شعر به دلیل اون وضعیتی که در روان اون شاعر هست و در خیال اون شاعر هست تولد پیدا میکنه، مثل اون آمدانه او رو تولید نمی کنه، او تولد پیدا میکنه، به این معنا هدف نداره. به یک معنا البته هدف داره و اون هدفش باز خداوند است، یعنی انا الیه راجعون. همه موجوداتی که خدا خلق کرده دوباره به او بر می گردن. این دوباره نه این در یه زمان دوریا، یعنی همه الان آیتشون خداوند است، به معنای دقیق فلسفی کلمه که هر موجودی هم علت غایی داره، علت فاعلی داره، این هر دوتا رو با هم دارن و علت غایی همه موجودات خداوند است. لذا در مورد سوال دومتون که به اصطلاح منحل به علت غایی میشه، علت غایی به یک معنا برای مخلوقات وجود داره و به یک معنا هم وجود ندارد، به توضیحی که عرض کردم. ببخشید من در ادامه، ببخشید فقط یه لحظه. ببینید من در واقع منظورم این هست که وضعیتی رو تصور کنیم که هیچ وجودی وجود نداشته باشه. میخوام بگم که چرا نباید همچین وضعیتی داشته باشه؟ میشد اونجوری باشه، ولی خب ذات خداوند اقتضا کرده است که موجودات رو بیافرینه دیگه. میشد که چیزی هم نباشه در این عالم، بله میشد، ولی چرا اینجوریه؟ این چرا الان دوباره شد چرای علی، نه چرای غایی. چرا موجودات وجود دارد در حالی خدا که خدا هم نباشه؟ نه وضعیتی که حتی خود خدا هم نباشه. نبودن خداوند محاله، چون وقتی که شما میگید یه چیز واجب الوجود، اصلا تعریف واجب الوجود اینه، واجب الوجود یعنی موجودی که نبودنش محال است. بعد اصلا تعریفش اینه دیگه، بودنش واجب است، یعنی نمیشه نباشه، نبودنش محال است. بله همین. بله از نظر فلسفه میشه همچین تلقی رو از نظر عرفانی به این موضوع نگاه میشه که نه، برای که عرفای سوال نمی کنن، برای که عرفای سوال نمی کنن اصلا و جوابی هم براش نده، یعنی نمیپرسن اصلا که اگه خدا نبود چطور میشد.
حالا که هست در این شرایط حاضر صحبت میکنن و در این زمینه البته خیلی هم حرف دارن. ممنون مستن. باید بخشی از این سوال تکراری باشد. شما در دروس دین و قدرت فرمودید قرآن حضرت ابراهیم را که با خداوند مهاجمی کرد مانند این که عذاب را بر مردم شهری که حتی اگر یکی از مردم آن صالح باشد نازل نکند بالاتر از حضرت ایوب که بالاترین ستایش قرآن در مورد بود. نه تموم کنم لحظه اجازه بدین دوست ما. آقای دکتر من میکروفون شما رو بستم، لطفا بتونید خودتون باز کنید که میکروفون دوستتون رو داشتم میبستم. لحظه اجازه بدید. بله خب الان بله بله باز کردم. بله ادامه بدم این سوال رو. بله بالاترین ستایش قرآن در مورد او صبور بودن و رضایت به رضای الهی بود می نشوند. اما در مثنوی و دیوان شمس در داستان دقوقی و داستان عارفی که بر مرگ فرزندانش نمی گریست و برخی از غزلیات دیوان شمس که صبغه بودایی هم دارند و شما برخی از آنان را بالاترین تجارب عرفانی مولانا معرفی کردید، مولانا دست از دعا می کشد و در مقام رضا و بالاتر از دوگانه های دعا و نفرین و خیر و شر و غیره می استد. ما تقریبا چنین مقایسه‌ای را در ماجرای حضرت عیسی و امام حسین که شما در این جلسه مطرح کردید نیز داریم. خواستم ببینم داوری شما درباره این دو روی کرد چیست؟ اگه من درست فهمیده باشم ملاحظه کنید، بله مولانا میگه که قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان یا زبانشان بسته باشد از دعا. در باب دعا سخن میگه، ولی میگه من کسانی رو میشناسم که اینا دعا نمی کنن. اینجا توضیح لازمه، خیلی به کوتاهی میگم، من در این باره انشاءالله کتابی از من امیدوارم به زودی منتشر میشه تحت عنوان دفتر نیایش که دعاهای فارسی رو من در اونجا آوردم و با مقدمه در اون مقدمه توضیحاتی دادم. اجمالش این است که ما سه گونه دعا داریم، یا در دعا سه چیز نهفته است: یکی نیایش است، یکی ستایش است، یکی خواهش است. این سه چیز، نیایش و ستایش و خواهش. نیایش همان اظهار خضوع و تذلل و بندگی است در مقابل خداوند و طلب رحمت و مغفرت از او. ستایش مجذوب زیبایی های خداوند شدن است و مسحور جلال و جمال خدا شدن و زبان به ستایش و ثنای خدا گشودن. همطور که آدم در مقابل همه زیبایی ها مسحور میشه، بیشتر شعرهای شعرهای ما همه وصف زیبایی معشوق است و این فقط به خاطر این استش که زیبایی آدم در مقابلش نمیتونه ساکت بنشینه، زبانش باز میشه، بلبلی دید چون ماند خموش. و سومین نوع دعا، دعای خواهشمندانه است. اونچه که مولانا میگه که من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، منظور دعای خواهشمندانه است. ولی دعای نیایشگرانه و دعای ستایشگرانه اینا همه داشتند و اون رو نمیگه، اون همه جا هست و همه اولیا هم داشتن، حتی اونایی که زبانشون بسته باشد از دعا، ولی نه از این نوع دعا. ممکنه شما بگویید که پیامبران هم دعا میکردن، پیشوایان دین هم دعا میکردن. بله اونا دعا میکردن، تو خود قرآن هم دعا هست، کسی نمیگه دعای خواهشمندانه نباید باشه. بله ممکن است کسی در این مراتب ارتقاء روحی به جایی برسه که خواهشی نداشته باشه اصلا، یا به تعبیر مولانا چنان جهان رو بر وفق مراد ببینه، چنان خودش رو در جایی نگاه کنه که خواستار تغییر هیچ چیزی نباشه، خب در اون صورت دعایی هم نمی کنه. البته مولوی در اونجا هم اشاره می کنه، میگه حتی اونا هم گاهی دعا می کنن، ولی اون دعای خودشون نیست، خدا از زبان اونها دعا می کنه. اون دعای بی خودان خود دیگر است، اون دعا زو نیست، گفته داور است، اون دعا حق می کنن.
چون او یعنی اون دعا کننده فناست، اون دعا و استجابت از خداست. اینا یه طایفه خیلی محدودی هن، ولی ما امر شدیم که دعا کنیم و دعا در اصل نیایش است و ستایش. به صورت یک حاشیه‌ای بر اون دعاها دعاهای خواهشمندانه هم داریم که بعضی ها از او می‌گذرند و به قول شیخ بهایی گفت ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی‌خواهیم، ما او رو خودش رو فقط می‌خواهیم، چیز دیگر رو نمی‌خواهیم. بعضی ها چیز دیگر هم می‌خوان. همه اینها میسر است و در طول تاریخ بشر و تاریخ ادیان وجود داشته. سلام علیکم آقای دکتر. سلام جانم. ضمن تشکر از زحمتی که میکشید آقای دکتر، توی فرمایشات امروزتون بودش که در اونجایی که بحث مشورت و مشاوره مطرح کرده بودید که خب اگر مشورت و طبق تعریفی که شما کردید بذاریم که تجمیع عقول، مولانا معتقد بودش که این بیشتر تجمیع نفوس صورت میگیره تا تجمیع عقول. برداشتم این بودش که اینجا مولانا داره از عقل به عنوان یک دارایی به هر حال مثبت از انسان‌ها اینجا داره میگه این تجمیع عقول کمتر صورت میگیره، در حالی که میدونیم جاهای دیگه مولانا این ارزش رو برای عقل قائل نیست یا به عبارتی عقل رو مذمت میکنه. این تفکیک بین اینکه خب کجا داره عقل به هر حال خوب رو مولانا میگه، کجا عقل که مذمت میشه، این تفکیک رو یه مقدار میخواستم اگر بشه توضیح بدید. آیا اونجایی که فقط بحث خداشناسی و شناخت خدا هست اونجا عقل و مذمت میکنه یا موارد دیگه ای هم هستش؟ ممنون از توضیحت. بله خواهش میکنم. البته در موارد دیگه هم شاید به این مطلب اشاره کرده. ببینید مولانا هیچ جا عقل رو ملامت نمیکنه، هیچ جا پست و خوار نمیشماره، فقط میگوید که مواظب باشید که این عقلتون اسیر شهوت و غضب قرار نگیره. اونجاست که عقل از مقام خودش، از منزلت خودش فرو میفته، ساقط میشه و دیگه عقل نیست. البته عقلی که برده عواطف و برده شهوت و غضب بشه دیگه کار نمیکنه، مثل کسی که چشم داره اما چشماش رو بسته، دیگه بینایی نداره. اونه الا عقل همه جا نیکوست و به کار میاد. و البته عقل در یه درجه نیست، عقل داریم، عقل عقل داریم، درجات داره، بعضی عقلشون قوی تره به دلیل اینکه از شهوت و غضب آزادترن، معناش اینه دیگه. لذا همیشه مثبت است سخن مولانا در باب عقل. اما یه جاهایی هم که به ظاهر منفی میاد چند تا دلیل داره. یکی اینکه مولانا عقل فلسفی رو خیلی دوست نداره، چون فلسفه رو دوست نداره، میگه عقل رو خیلی توی فلسفه پردازی و فلسفه بافی به کار انداختن، ضایع کردن عقل است. حالا نظر ایشون است و نظر خیلی های دیگه، عقل رو باید در جاهای دیگه به کار انداخت. دوم عقل سودجو رو ملامت میکنه، نه اینکه عقل این سودجویی مطلقاً بد باشه، اما اینکه فقط عقل محاسبه‌گری که سود و زیان رو محاسبه کنه و بعد به طرف سود بره و از زیان بگریزد. عقلی که ریسک نمیپذیرد، خطر نمیکند، اون عقل رو هم که ما اصطلاحا امروز میگیم عقل محافظه کار، اون رو هم نمیپسنده و این عقل رو در مقابل عشق قرار میده. عشقی که اهل تهور است، اهل بیباکی است و به قول خود مولانا بیهیاست و در جف بلا چون سنگ زیر آسیا، متحمل است، صبور است و مهنتکش است. این عقل محافظه کار البته در اینجا میاد و خطر ایجاد میکنه. کسانی که میخوان کارهای بزرگ بکنن، ریسک بکنن، خطر بکنن، بعد آماده باشن که چیزی رو فدا بکنن و رنجی رو ببرن. و اگر همه جا محافظه کاری و ملاحظه کاری و سودجویی و تنپروری باشه، میشه همون که حافظ گفت که
ناز پرورده تنعم نبرد راه دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این رندی و بلاکشی است که عقل محافظه‌کار نمیپسنده و مولانای عاشق این عقل رو در قبال عشق در حقیقت تحقیر میکنه یا میگوید چیزی کم دارد. اما عقل به خودی خود کاملا از نظر او مطلوب است، مادامی که اسیر و مقهور عزب و شهوت نشده باشد. اون تفکیک لازم اینجاها باید صورت بگیره. سلام استاد. سلام، خیلی ممنونم از صحبتاتون. استاد شما بحث کثرت و شروع رو که فرمودین که فلاسفه این رو قصور ذاتی ماده میدونن، ولی حالا در صحبت های هم که در کلاس های علم و دین داشتین اینو به تفصیل گفتین که اشعریون مثل امام محمد غزالی و مولانا و نامینالیستا خدا رو خدای به علت و معلول قائل نبودن، به این قصور ذاتی ماده قائل نبودن، خدا رو توانای مطلق میدیدن. حالا اشکالی که پیش میاد از اون طرف، اگه ما این قصور ذاتی رو قبول کنیم یه خدای ناتوانی داریم، از این ور اگر کلام اونها رو مثل کلام عرفا رو قبول بکنیم یه خداییه که خدای بیرحمی میشه. حالا شاید درست نباشه اینجوری گفت، ولی این اشکالات به وجود میاد. ولی این صحبتی که امروز شما فرمودین، من به خاطر این سوال پرسیدم که شما بحث رنج هم فرمودین، پس ما باید بگیم از نظر عرفا این شرور و این رنج هایی که در عالم هست چون به خاطر ارتقای روحی انسان هاست، پس اون مشکل اینجوری حل میشه. یعنی ما یه خدای توانایی داریم که اون، یعنی اون قصور ذاتی ماده و اینها رو بذاریم کنار، ولی از این استفاده بکنیم که این رنج ها و این شرور در عالم چون بیهوده نیستن، پس اینجا ما اون خدای توانا رو داریم، ولی این شرور و رنج هایی که هست در از کمک میکنه به انسان که اون مراحل رو به سمت خدا طی کنه. آیا این درسته؟ بله، 100%، 100%. مولوی بارها تو این زمینه سخن میگه. در واقع خدای توانای حکیمیه، یعنی این شرور هم بی حساب و بی حکمت نیست در این عالم، و حالا شاید ما به همه حکمتاش هم پی نبرده باشیم، اما دست کم همین است که موجب ارتقای روحی آدمی می شود و پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طائفی خوش می شود. این سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. بارها مولانا در فوائدی که رنج و محنت و حالا شرور بگیم دارند سخن گفته است و اینها رو لازمه راه، یعنی سلوک راه کمال دانسته بدون تردید، و از نظر او هم اینا در این جهان بی حساب نیستن. گرچه از دیدگاه یک اشعری مثل مولانا حتی و غزالی، حتی اگر اینا هیچ فوائدی هم نداشتن، بر دامن کبریای الهی گردی و غباری نمی نشست، ولی حالا که می بینیم دارند. به هر حال جهان گویی یک جوری آفرید شده است که از خیر محض جز نکویی ناید، خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود. لذا حالا با اراده یا بی اراده، با خواست خدا یا بی خواست خدا، اینا واجد فوائدی هم هستن و کمک میکنن به ما برای بالا رفتن از نردبان کمال. سلام دارم خدمتتون و تشکر از صحبت بسیار ارزشمندتون. سایت برای من آقای دکتر پیش اومد، شما در خصوص رنج فرمودین که این باعث بست روح آدمی میشه. حالا با توجه به اشعار دیگه مولانا رو وقتی مورد مطالعه قرار میدیم، خیلی زیاد هم به شادی توجه میکنیم. مثلا جایی میفرمان که بنا احدیث با شادی، که شادی آن من باشد، خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال. حالا با توجه به اینها، ما برای اون تزکیه و پاکسازی روحمون و اون بست روحیمون، کدومی از اینها بیشتر برای ارتقاء انسان کمک میکنه؟ اون غمها یا شادیها؟ حالا وقتی بدونیم اگه غمها بهتره، ما حداقل اونها رو بهتر میپذیریم، باهاش بهتر کنار میایم و میگیم این برامون فوایدی داره. من اینجا رو یه پارادوکسی تو ذهنم پیش اومده که حالا باید دوتاش باشه، کدومش بهتر هست؟ این اگه لطفا پاسخ بدید ممنون میشم. بله، اولا همین جمله آخرتون، باید دوتاش باشه، بله هر دوتاش هست، هر دوتاش هم خوبه، هر دوتاش هم بهتره.
اما اینکه بهتر باشه واقعا بستگی داره به روان اون سالک. برای بعضی یا قبض بهتره، برای بعضی یا بست بهتره و این در اختیار خودشون هم نیست، به اون کانستیتوشن، به اون مزاجشون، به اون ساختمان روحی و جسمانیشون بستگی داره. درست شبیه استعدادهای دیگری که آدمیان دارن، مثلا یک استعداد ریاضیش بهتره، یک استعداد ادبیش بهتره، یکی هنرمند، یکی نیست. در اونجا هم همینطوره، یعنی این استعدادهای روحی افراد دخالت میکنه و زمام این سلوک رو به دست میگیره. اینه که از این راه، از راه غم میرسد به اون مقصدی که داره، یکی از راه شادی. البته این شادی و غم اصلا این شادی و غم متعارف نیست، یعنی غم فرزند خوردن و غم این اون خوردن نیست. غمی که مولانا میگه یه نوع دغدغه است، یه نوع اندیشناکیست به اصطلاح. یا شادی اصلا شادی از جنس این که آدم قهقهه بزنه یا جوک بشنوه و بخنده، نه، اصلا این شادی ها منظور نیست. شادی است که محصول شکوفایی درونی آدم است، درست مثل گلی که میشکفه و انبساط حاصل میکنه، نه شادی های مصنوعی و تزریقی که از بیرون به نحو مصنوعی و القایی و تحمیلی وارد وجود آدمی بشه. اونم یه وجود تیره‌ای که بالاخره چنون زنگارها او رو گرفته، میره میشینه مثلا پای تلویزیون برای اینکه چیزی کمدی ببینه، یه چیزی و بخنده. نه نه نه، اون شادی ها که اصلا منظور نیست. و اونا خب البته برای زندگی عمومی که دشواری های زیادی مردم دارن موقتاً چیز بدی نیست، اما غم و شادی عارفانه البته از جنس دیگری است. هر دوتاشون هم کمک میکنن برای اینکه آدمی ارتقای روحی پیدا بکنه. برای بعضی ها غم در شادی است، برای بعضی ها شادی در غم است، یعنی از غم شاد میشوند به اصطلاح. این شاد میشوند نه اینکه شاد میشن یعنی خندشون میگیره، نه، غم اونا رو شکوفا میکنه، غم باعث رشد اونها میشه. آدما واقعا فرق میکنن با هم، درست شبیه این که یه شربتی به دهان شما شیرین میاد ممکنه به دهان من تلخ بیاد، یه داروی مناسب شما باشه ولی مناسب من نباشه، توجه میکنید؟ و امثال اینها. درست شبیه این که مثلا کسی بود از من میپرسید که مثلا اگر فلان کار خوبه چرا مثلا خداوند خودش نمی کنه، یا چرا گفته ما نماز بخونیم؟ خب چه درد خدا می خوره که ما نماز بخونیم؟ گفتم ببین عزیزم، یه طبیبی که به تو دوا میده نمیتونی بهش بگو اگه این دوا خوبه چرا خودت نمی خوری. خب بله این دوا خوبه، ولی بر تو که بیماری خوبه، بر اون طبیب که بیمار نیست که. وقت دواها هم فرق میکنه، برای بیماری من یه دوای خوب، برای یکی دیگه یه دوای دیگه خوبه. حالا مطابق طب قدیم حتی مزاج ها هم در اینجا فرمان خودشون رو میدهن، حکم خودشون رو دارن که یه دوایی برای کسی که با این مزاج هست و مثلا با مزاج صفراوی هست با اون که با مزاج سوداوی هست، اینا متفاوت. حالا غرض من این هستش که در سلوک معنوی هم همه اینا دخالت داره. غم برای یه کسی ممکنه غذا باشه، برای یکی دیگه ممکنه زهر باشه. شادی برای یه کسی غذا باشه، برای یکی دیگه زهر باشه. اینا همشون با هم یه روابطی دارن که در مراتب بالای سلوک آدمیان اینا رو کشف میکنن. حافظ میگفت چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. یادم خدا بیامرزه مرحوم دکتر جعفر شهیدی یه بار دوستان البته از من سوال میکرد، میگفت توضیح راجع به این شعر حافظ چیه که میگه غم تو رو ما فقط در دل شاد میابیم. غم در اینجا اصلا معنی غم نمیده، معنی دغدغه میده. میگه در دل شاد ما دغدغه تو رو میبینیم، دغدغه وصال تو رو میبینیم. غم همیشه معنای اندوه و غصه نیست، به معنای نگران امری بودن است. دلهای شاد یعنی روحهای شکوفا غم تو رو دارن، یعنی در فکر وصال تو هستن و اونا هستن که طالب تو هن. غم یعنی طلب کردن، یکی از معانی مهمش اینه، اونا طالب تو هن. آدم هایی که غافلن اصلا طالب تو نیستن، شادی و غمشون هم چیز دیگری است. اینجاها خیلی چیزا با هم مخلوط میشه، اینا را اصلا باید جدا کرد. غم و شادی عادی که خب خود شما اشاره کردید، خب اینا مال مقامات متعارف و عرفی آدمیان است، اما وقتی که آدم پاشو بالاتر میذاره اینا همشون معنی دیگری
پیدا می کنند و هر دو می توانند غذای روح باشند. البته ارواح با هم دیگه متفاوتند. مثلا مرحوم غزالی استادش کسی است به نام ابو علی دقاق که ما زیاد هم از او خبری و نشانی نداریم مگر در همین نوشته امام ابو حاتم غزالی، و او عارفی بود در حال قبض، یعنی همیشه در حال غم بود، غم عارفانه و نه قصه و اندوهه. و از اون ور مولانا آدمی بود اهل بست بود، یعنی همین شادی دیگه. اینا دو تا شخصیت و دو روح متفاوت بودن. بله، سپاسگزارم. انشالله که وجود ارزشمندتون همیشه سلامت باشه جناب دکتر. خوشحال شدم. خدا نگهدارتون. من سوالی داشتم، این که در مورد همین سکوت و این حرف نزدن توصیه کرده، خیلی هم توی ادبیات ما کلا نصایم ما زیاده، ولی واقعیتش اینه که تو خیلی از جمع ها که آدم میشینه حرفای درست حسابی زده نمیشه. واقعا سکوت آدم خب نتیجهش میشه که فقط یه سری حرفای بی ربط میشنوه. از اون وقتی که آدم اگه مخصوصا تو این دنیای کنونی اگه آدم مثلا سکوت پیشه بکنه، اگه میخوای یه ایده ای رو به یه کسایی برسونی با یه مثلا حالا یه بار حرف زدن و مثلا تموم بشه، هیچ کس نمیفهمه تو چی گفتی، مثلا اصلا هیچ کس اهمیتی نمیده. من راستش یکم این اپلای کردن این نصیحت رو توی زندگیم نمیتونم خیلی پیدا کنم. ببینید، در درجه اول آدم حرف رو باید به کسانی بزنه که طالبن، بلا کسانی که طالب نیستن و دنبال چیزهای دیگه هستن، خب تخمو در شورزار میریزه و فایده ای نداره. ببینید، یک دیکتومی یا اصلی داره سعدی که بد نیست این اصل رو بشنویم. میگه دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. دو چیز نشانه کم خردی است، یکی این که آدم وقتی که نباید بگوید بگوید، یکی هم این که وقتی که باید بگوید نگوید. حالا هیچ کس برای شما نمیتونه مصداق، چون مصادیق فراوانن، بی‌نهایتن، معین بکنه که اون مجلس چه مجلسی باشه، کی باشه، چند نفر باشن، چجوری شروع کرده باشن. خب اینا دیگه باید هر کسی به فراست خودش دریابد که الان مناسبت مقام چیست. اگه واقعا توف در شورزار ریختن، حروم کردن حرف، نه اونجاها حتی خودم آدمی هم نباید وقتش رو ضایع بکنه. چرا؟ ما به تفریح هم احتیاج داریم، گاهی با دوستان نشستن، خنده کردن، سخنی گفتن، لطیفه شنیدن، همه اینا قبوله. منتها خب همینا جاش هم آدم باید بدونه که کجاست، به چه مقدار این چنین باشه. یه وقت هم هست که شما خب رسالتی برای خودتون قائلید، معتقدید که خب باید راهنمایی کرد، باید گره‌گشایی کرد، باید توجه داد افراد رو به چیزهایی. خب فضا رو آماده می‌کنید تا بتوانید سخنی بگید. بعدم اگر دیدید گوش شنوایی نیست، برید سراغ اونایی که گوش شنوا دارن، وقتتون روی اونا بله بس کنید. زمین شده حاصل بر نیاید، نرارد، بر او تخم عمل ضایع مگردان. متشکرم. موفق باشید. خیلی ممنونم از یکایک دوستان و حسن اصغا و تحملشون. بازم دعا میکنیم برای بهبود اوضاع کشور و احوال هموطنان عزیزمان در اون دیار و رسیدن این کشتی به ساحل امن و عقلی که خدا به این حاکمان بده. در روایات داریم که خدا وقتی که میخواد یه قومی رو بر زمین بزنه، اول عقل رو از کله حاکمانش بیرون میبره. من همیشه میترسم نکنه یک چنین چیزی شده باشه، خدا نکنه. هنوز امید هست، هنوز امید هست و ما امیدمون رو نباید از دست بدیم. انشالله عزیزان رو به خدا میسپارم تا نوبت آتی به توفیق و عنایت الهی.